سلام، خوشبختم بگم که خبر خوش است و شما هم اکنون خبر را دارید. فیلم جدایی نادر از سیمین آقای اصغر فرهادی برنده جایزه گلدن گلوب 2012 از امریکا شد. این اولین جایزه‌ایه که از امریکا نصیب سینماگران خوب ایران می شود. از طرف خودم و شورای امریکاییان و ایرانیان و آقای فرهادی و همکارانش در این فیلم و فیلم‌های دیگر خوبی که ساخته برای این دستاورد بزرگ تبریک عرض می‌کنم. من همچنین از طرف خودم و شورا برای همه دست‌اندرکاران سینمای ایران، کارگردانان بزرگی که با فیلم‌های خوبشون در سطح جهانی برای ایران جایزه اسم خوب آوردند، قدردانی دارم، تشکر دارم و برای همه اونها آرزوی موفقیت‌های بیشتری می‌کنم. این خبر خوش مخصوصاً از سوی امریکا این روزها اهمیت دارد، چرا که متاسفانه خبر از امریکا برای مردم ایران این روزها عموماً منفی است. خبر معمولاً همش در رابطه با تحریم هاست، انزوای سیاسی و غیره، عملیات پنهانی بر علیه ایران و حتی تهدیدات جنگ. از این دیدگاه است که ما این خبر خوش رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که دو کشور بالاخره به این نتیجه برسند که برای سیاست‌های معمول و این اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نظرها دو ملت نشستن، دو فرهنگ و دو تمدن نشستن که میخوان با هم در صلح زندگی کنند و میخوان که برای بشریت کارهای ماندگار و اساسی بکنند. فیلم اصغر فرهادی به نظر من یک شروع فلسفی خوبی برای سینمای ایران است. این فیلم جدایی با یه داستان بسیار ساده و معمولی شروع میشه که یه زن و شوهر سر اینکه در کشور بمونند یا خارج بشن با هم اختلاف دارند. زن میخواد از کشور بره برای اینکه از شرایط زندگیش در ایران راضی نیست و مرد میخواد در ایران بمانه برای اینکه نسبت به پدر مسن در حال فوتش مسئولیت داره. حالا آیا این پدر که مریضه کشور ایرانه؟ نه فرهادی اینا میگه، نه ما این رو میدونیم. این در واقع یکی از تکنیک های فیلمسازی آقای فرهادی است که معمولا حرف ها رو به قول خودمون رو کراس نمیزنه، دیپلماتیک حرف میزنه، مبهم حرف میزنه و نمادی. به هر حال هرچی هست، در این فیلم هم زن و هم شوهر آدم های خوبی هستن. اینکه زن میخواد از کشور بره آدم بدی به نظر نمیرسه و یا حداقل فیلم اینطور این شخص رو نشون نمیده، و یا مرد که میخواد بمونه هم لزومن آدم خوبی نیست. هر دوشون هم خوبن و هم بدن و در واقع یک بسته هستن از خوبی ها و بدی ها، ولی در مجموع هر دوی اینها به نظر اینجور میرسه که انسان‌های خوبی هستند
ولی انسان‌هایی که درگیرن، گرفتارن با مسائلی رو که جامعه به وجود آورده، قوانین به وجود آوردن، روابط اجتماعی به وجود آورده، قوانین به وجود آوردن و از همه مهمتر محیط براشون به وجود آورده و این محیط اینا رو محدود کرده، اینا رو ذلیل کرده و اینا رو در واقع به قول امریکایی‌ها ویکتیمایز کرده، اینا رو مظلوم کرده. و در این حال این انسان‌ها، مثلا زن و این مرد و کسان دیگری که درگیر این مشکلاتی که در این فیلم براشون به وجود میاد، میبینیم که میشه اینا رو عملا دو دسته کرد، یه عده واقع بینن و یه عده ایدالیست هستن. اما هم واقع بین و هم ایدالیست به یه شکلی عملگران، این زیبایی کار در اینه، معمولا ایدالیست ها عملگران نیستن، ولی در این فیلم با اینکه این زن میخواد از کشور خارج بشه و دنبال یک زندگی ایدئالی هست، اما در این حال به اندازه کافی واقع بین هست که ببینه زندگی بچهش چی میشه، بعد ببینه که اصولا این جدایی چه مسائل دیگه‌ای به وجود میاره و به این سادگی همون روز وا نمیده بره، خودشو درگیر مسائل شوهرش میکنه با اینکه باش اختلاف داره. به هر حال به یک شکلی داره ایشون هم عملگرا به اصطلاح عمل میکنه و برخورد میکنه با مسائل. و در این فیلم ضمناً نه زن و نه مرد هیچ کدوم شروع نمیشه گفت ملیگرا هستن یا نیستن. زن که میخواد از کشور بره به نظر میرسه که دلیلش بسیار موجه هست، به مرد هم که میخواد بمونه دلیل موجه داره. این نیست که یکی ملیست و دیگری ملی نیست و میخواد از کشورش بره و کشورش رو دوست نداره و از این حرفا. تصادفا زنی که میخواد از کشور بره همونقدر این کشور رو دوست داره که مردی که میخواد بمونه. در واقع در چارچوب فلسفه آقای فرهادی، انسان‌ها، زن و مرد، همشون خوبن، همشون صلح دوست هستن، همشون به یک شکلی میخوان کمک بکنن، همشون میخوان به یک شکلی حقیقت بگن، همشون میخوان درست عمل کنن و یک به اصطلاح حرکتاشون رو در چارچوبی بذارن که یک کمکی باشه به دیگران. اما در این حال هم میبینیم که همینا کارهایی میکنن یا حرفایی میزنن که یا با واقعیت جور در نمیاد یا اصولا به نظر نمیرسه درسته، ولی در انتهای هر حرکتی رو که شما میبینید یک چیز خوبی از توش در میاد. اونی رو که فکر میکردیم آدم بدیه، در چارچوب این فیلم و فلسفه آقای فرهادی آدم خوبی از آب در میاد بعد. و در واقع انسانها همون چی که عرض کردم مظلوم واقع شدن و در واقع خودشون نیستن که خوب و بدن، همشون خوب و بدن، ولی همه اینا در یک محیط خاکستری، نه سیاه و سفید، دارن زندگی میکنن، درگیر مسائلی هستن، به تصمیماتی هستن که در تحلیل نهایی همین جریان خاکستریه. از همه مهمتر همه این انسانها توی این فیلم به یک شکلی توی هوا آویزونن و اصولا آقای فرهادی هم بینندش و هم بازیگراش رو در این فیلم آویزون نگه میداره در هوا. هیچ کس نمیتونه در واقع تصمیم بگیره که داره چه اتفاقی میفته یا اگر میفته به چه شکلی میفته و معمولا حدس و گمان ها یا اشتباه از آب در میاد و یا با اون شکلی رو که مطرح بود مطرح نمیشن. به هر حال فرهادی یکی از زیبایی های کارش اینه که سعی میکنه خودش وضعیتی رو به وجود بیاره برای بینندش که بیننده تصمیم بگیره، بیننده فکر بکنه، بیننده به این به اصطلاح تقلا بکنه با این وضعیتی که جلوش هست و برای خودش تصمیم بگیره که داره چی اتفاقی میفته و نتیجه هم که در آخر فیلم میگیره واقعا مال خودشه و نه مال آقای فرهادی. این وقتی من این فیلم رو دیدم یاد یک سنتی در فلسفه افتادم که بهش میگیم سنت
فلسفه شانس و اتفاق. این سنت فلسفی ادعا میکنه که زندگی بشر مجموعه ای از شانس و اتفاقه و اینکه بشر درسته که تصمیم میگیره چه کار بکنه، کجا زندگی کنه، چه کاری بکنه و نکنه، اما در تحلیل نهایی اون چی رو که اتفاق میفته هیچ ربط زیادی هم با اون چی رو که اون انسان یا انسانها فکر میکردن نداره. در واقع انسان تاریخ خودش رو خودش میسازه، اما نه اونطوری که خودش میخواد. این فلسفه خیلی مهمی بوده و ما اینا بارها در تجربه هم کردیم و در این فیلم کاملا معلومه که آقای فرهادی نمیدونم دانسته یا ندانسته به هر حال در چارچوب این فلسفه فکر میکنه که یک سری اتفاقات میفته که این اتفاقات بخش وسیعشون از طریق شانس و بخش کوچیکش فقط برنامه ریزی شده و در تحلیل نهایی اون چرا که نتیجه میشه اون چیزی نیست که فکر شده بوده براش یا برنامه ریزی شده بوده که خارج از اون کنترل این جریان پیش میاد. اما از اون مهمتر آقای فرهادی با وجود این فکر میکنه که انسان ها اونقدر هم اسیر این حرکت های غیر کنترل شده نیستن. به هر حال انسان ها هدفمند زندگی میکنن، هدفمند عمل میکنن و بنابراین میتونن آینده بهتری بسازن. پس ضمن این که شانس و اتفاقات خیلی تأثیر دارن روی زندگی ما، اما ماها فقط یه عده پیش مهره نیستیم که به هر طرفی ما رو بگردونن، بلکه ما یک زندگی هدفمندی داریم، برای اون هدف باید مبارزه کنیم، پیش بریم و آینده ای رو بسازیم که در واقع استحقاقشو داریم و یا مثلا سزاوارش هستیم. در خاتمه بازم با آقای اصغر فرهادی و همکارانش برای این دستاورد بزرگ تبریک عرض میکنم و امیدوارم که دستاوردهای بیشتری داشته باشن. میدونم که این فیلم جدایی کاندید جایزه اسکار هست. من و همکارام در شورا امیدوار هستیم که فیلم جدایی اسکار امسال رو ببره. ما فکر میکنیم که این اسکار حق این فیلم هست و در واقع یک اسکار حداقل حق فیلمسازان نام‌آور ایران در سالهای گذشته هم بوده و ما خیلی متاسف شدیم که فیلم آقای مجید مجیدی که کاندید بود نبرد. من اعتقاد دارم که امریکایی‌ها و هالیوود یه اسکار حداقل یک اسکار به سینمای ایران واقعا بدهکارند. من امیدوارم که این بار این بدهی رو این خانم ها و آقایون بدن. من نمیخوام اینجا این جریان رو سیاسی بکنم، بس فرهنگی است، بس رابطه دوتا ملت و اینکه این ملت دوتا ملت امیدواریم که در همین چارچوب فرهنگی و روابط فرهنگی دوستیشون مرتب تقویت بشه و قوام پیدا بکنه. در اینجا بازم من به ملت ایران برای این دستاوردها تبریک میگم و من امیدوارم که ایران شرایطی به وجود بیاورد برای این نام‌آوران سینمای ایران که اونها بتوانند هرچه بیشتر با ساختن فیلم‌های بهتر برای ایران نام‌آوری کنند. هیچ چیز امروز برای ایران مهمتر از این نیست که چهره واقعی صلح‌طلبانه و متمدنانه و فرهنگی ایران به دنیا عرضه بشه و فیلمسازای ما مهمترین عامل این سازندگی چهره سازی در واقع خواهند بود. با امید اون روز و تشکر از فرصتی که گذاشتید به این ویدیو رو تماشا کردید. مرمت شما زیاد.